دوباره صبح روشن شد، چشم سبز و همه خرم، به نگر سبز و ریحون میرفتن در دل صحرا، چمن از گل شده رنگین برای بردن دلها. خانم خورشید درومه، شب تاریک سرومه، خانم خورشید درومه، شب تاریک سرومه. خداوندا به نوم مهربونه، به جز تو کس در این دنیا نبارم، منم یک افسرم در پشت بونه. خانو خورشید درومه، شب تاریک درومه، گر سبز و ریحون میرفتن در دل صحرا، چمن از گل شده رنگین برای بردن دلها. خانو خورشید درومه، شب تاریک سرومه، خانو خورشید درومه، شب تاریک سرومه. خداوندا به نوم مهربونه، به جز تو کس در این دنیا نبارم، منم یک افسرم در پشت بونه. خانو خورشید درومه، شب تاریک سرومه، خانو خورشید درومه، شب تاریک سرومه. دوباره صبح روشن شد، چو گلخندان دل من شد، درختان در کنار هم، همه سبز و همه خرم، بنگر سبز و ریحون میرفتن در دل صحرا، چمن از گل شده رنگین برای بردن دلها. خانم خورشید درومه، شب تاریک سرومه، خانم خورشید درومه، شب تاریک سرومه. اومه خورشید ز پشت کوه همو خوشخال خوش ابرو زند، خنده گل خوشبو های های. خانم خورشید درومه، شب تاریک سرومه، خانم خورشید درومه، شب تاریک سرومه، خانم خورشید درومه. تختش کن کله ما رو چرا تو داریه گردی؟ بس دیگه خفشین شما، نمیخوام صدای جغدتون رو بشنفم. سارا فورم برو سرا رو حاضر کن، میخوام جلو چشمای زیبای سنا نمایش جالبی ترتیب بدم. برا گفتم برا. شما بازم میخواین این بیچار بی خودی بکشید؟ نه نگران نباش، یه به خاطر تو کسی رو نمیکشم، بلکه همه اونا رو زجر میدم. نه نه، من نمیتونم این صفاکی ها رو تحمل کنم. بشین. دختری که مورد علاقه منه نباس رحم و شفقت سرش بشه، قلبش باید مثل سنگ باشه، غیر قابل نفوذ باشه. یالا تو باید تسلیم من بشی. تسلیم تو؟ تو میخوایی به سهراب که بهترین دوست توه خیانت کنی؟ بهش دوست نمیشناسه، تو باید مال من باشی، و ایلا زندگی تو تبدیل به عذاب جهنم میکنم. را بیا. نریمان میخواد شکم همه شما رو سیر کنه. ربیا نگاه کن، دارن گله های گاو و گوسفند میارن. احمق چرا وایستادی؟ چی کار کنم قربان؟ احمق اینطور نمیزنن، شلاق بده من. اطور چشم دور شو. به به به، از شما خوب پذیرایی شده؟ ما
من از بس گرفتار بودم نتونستم خدمتون برسم. چی شده؟ این چشه؟ سراب؟ بله قربان. بلندش کن. بیهوش شده. چشماتو باز کن. باید کاری ندارم. با مهمون اینطوری رفتار میکنن؟ بیچاره رو چرا به این روز انداختی شد؟ بس میخواستی چی کار کنم ها؟ با این زن نیمه جون چی کار میکردی؟ آزادش میکردم و تو هم باید به خاطر من آزادش کنی. آزادش کنم؟ به خاطر تو چشم دستور میدم راحتش کنم. هرمز. بله قربان. نریمان تو رو به خدا این کار رو نکن. این زن مگه چه گناهی کردی؟ گوش کن سنا، وقتی یکی نمیتونه رو پاش وایسه زنده موندنش چه فایده ای داره؟ بهتره برای همیشه راحت بشه. هرمز راحتش کن. تو رو به خدا منو نکش. ببرینه. خدایا انتقشی بگیر. گفتم ببرش. تو یه دیوونه وحشی هست. من از تو نفرت دارم. رفل پفله برو از رو چشم دور شو. برو گم شو. بریم نریمان. از بیافت پیداست که شجاعه. خواب بسر خوب حاضری به دسته ما ملحق بشی؟ من ترجیح میدم بمیرم تا با یه دسته دزد و نامرد مثل شما همکاری کنم. آفر حقیقتا جوان شجاعیه. خب بچه ها حالا میگیم ما این پهلوان چیکار کنم؟ اول زبون شما احترام داغ میکنم اون وقت. ایراد گرگین آتفه کجاست؟ با تو هم گفتم آتفه کجاست؟ چرا لال شدی؟ کشتنش. اون دیگه برای همیشه از پیش ما رفته. کشتنش در کشو من خیلی مشتاق دیدارت بود. خوب شد که با پای خودت اومده. رای ما رو نزدیک کرده. تو آتفه رو کشتی؟ با اجازه شما راحتش کرد. نامرد پس فکرت. تو به یه زن بیدفاع هم رحم نکردی. من نامرد نیستم که از مهمونای ناخوندم ناجوان مردانه پذیرایی کنم. بچه ها ازش خوب پذیرایی کنی. فرماسه برش اتاد خوش کن. بگیرین خودم داغش میکنم. گوش کن شیرده نمایش خوبیه. بیا جلو تا بهتر تماشا کنی. بیا جلو. موزه باش نریمان. بچه ها موزه بگیرین. برت نگاه کن. یعنی با یه اشاره من قلبت هدف صدها گلوله قرار میگیره. اما کشتن تو هیچ مطرح نیست. تو شجاعی. من به خاطر شجاعتت میبخشم. منم به منظور کشتن کسی نیومدم. ولی میخوام. چی میخوای؟ میخوام به این خونریزی خاتمه بدی. گوش کن پسر، بیش از سر مقابل من اینطور گستاخی نکرده. اگه به جون خودت علاقه مندی از اینجا برو. اگه من از تو میترسیدم تنها به اینجا نمی اومدم. چرا وایسادی؟ فرار کن. نه من فرار نمی کنم. من تا پای مرگ با تو هستم. هیچ وقت تو رو تنها نمیذارم. چون من نمیخواستم به ناحق خون کسی ریخته بشه تنها اومدم. تو خونخوار دیوونه ای هستی. دشمن همه ای. اجداد ما همیشه با دشمنانشون جوان مردانه و تن به تن می جنگیدن و روی همین اصل منم میخوام با تو جوان مردانه و تن به تن بجنگم.
بسیار خوب، من حاضرم با تو تن به تن به جنگم، اما مواظب باش دوستات دست از پا خطا نکنن. خوب گوش کنین بچه ها، من با شیردل می جنگم. اگه مغلوب شد، اگه کسی بخواد دخالت کنه و هم من حمایت بکنه، به دست خودم می کشمش. سواره اسب شده از اینجا فرار کرد. تهدیدمون کرد که اگه دست از غارت و چپاول بر نداریم هممونو میکشه. و منو مغلوب کرد. پس شما چی کار میکردین؟ به 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 یارو رو همینجوری بل کردیم بره. خاک تو سرتون کنه، دست شما درد نکنه. قصتشو نخوری قربان، از تا یک بلایی به سر هر ستاشون بیارم که خودتون حذف کنین قربان. با اجازه. آقای بیورزه، همه تون دروگو و ترسو هستین. دورشین از دلو چشم، یلا دمشین، یلا بریم ببینم. زود باشین، زود باشین بریم. بیورزه های تمام مارو سانم مارو داری گریه میکنی؟ اون با حیله و نیرنگ منو شکست داد و رفت، ولی من با دستای خودم نابودش میکنم. نریمان، من حاضرم پیشنهاد تو رو قبول کنم و زنت بشم، به شرطی که دست از خون ریزی و آدم کشی ورداری. نمیتونم. گوش کن سنا، من بدبخترین فرد روی زمین هستم. هیکل در میونه برا بچه ها وازده بودم، همه از من متنفر بودم، از هر گونه محبت و نوازش پدری محروم بودم. گذشت زمان و بزرگ شدن من تو هم با یک دنیا حقارت و بدبینی بود. اینا دردای بی پایانی هستن که هیچ وقت در زندگی من محو نخواهند شد. بعد به اصرار مادرم دختری رو نامزد من کردم. من دیوانه وار دوستش داشتم. دختری رو که من دوستش داشتم با پسر جوانی به نام شیردی رفت و آمد داشت. خدا قسم که جز تو کس ندارم من، خدا میدونه از برایم.
بی غرورم من، دنیا اگر بیرون بشه غمی ندارم من، تا موقعی که سر به پایینت گذارم من، مونس دلم یار خوشگلم قربون وفایت، نازنین من جون دین من به قربون صدایت، نازنین من جون دین من به قربون صدایت. یا ببندیم هر دومون عهدی و پیمونی، کنی با همه در این درون شبونی، بیشتر ز جون من تو را خواهم خدا دونه، تا تو نباشی در برم دنیا چه زندونه، مونس دلم یار خوشگلم قربون وفایت، جون و دین منی به خدا دوستت شیرینی، پس برو برام گل نسترن بچین بیار. ای به چش دنیا را به خاطر عشقت زیر پا میذارم، برات گل نسترن میچینم، هر کاری بگی میکنم. برو به امون خدا. شیرعلی، شیرعلی انتظار نکش جونم اومده. آه شیرعلی، شیرعلی بلم کن، بلم کن، بذار برم، بل کن شیرعلی، آه بلم کن شیرعلی، بدادم بره. آروم بگیر، با تو کاری ندارم، فقط میخوام چند کلمه با تو صحبت کنم، قول بده ساکت باشی. بدارم فریاد نزن ولی خفت میکنم. شیرعلی، شیرعلی بدادم بره، کمکم کن. احمد فریاد نزن، آروم میشی یا نه؟ تو را خدا منو نکش، من که گناهی نکردم. تو باید مال من باشی یا باید بمیری. شیرعلی به دادم برس، پس دست چی کار داری؟ برو گروه تو گم کن. گفتم با اون چی کار داری؟ من نمیخواستم این زودی با تو تصفیه حساب بکنم، حالا که با پای خودت اومدی پس. برام گل نسترن بیاری، کو گلای نسترن. شیرعلی، شیرعلی، شیرعلی بلند شو شیرعلی. رزل پس بترد، من انتقام اون رو از تو میگیرم. آی مردم بیایی کمک کنی، بیایی نریمان شیرعلی رو کش، مردم کمک، کمک. رو به خدا بگو بعد چی شد. سنا دارم فاش نکن، تو به خاطر مرگ شیرعلی از من نفرت داری، ولی من تو رو دوست دارم، قول بینم بهت برات شوهر خوب، جمیل، بچه نشو، تو هنوزم گذشته‌ها رو فراموش نکردی، بازم به اون فکر میکنی. آره همیشه در فکر اون هستم. گوش کن جمیل، دیگه کار از کار گذشته، اون مرده، تو الان همسر منی.
این که کار از کار گذشته. ام کن ترس بسر. التماس میکنم به من رحم کن. من احتیاج به محبت دارم. تو که میدونی همه از من متنفرن. از هیچ کس محبت ندیدم. اگه بخوای که من از عشق و محبت تو هم مایوس بشم، به من رحم کن، منو ببخش. من هرگز تو رو نمیبخشم. تو به اون رحم نکرد، اونو ناجوان مردانه کشتی. جمعه، حالا انتظار داری زن تو بشم؟ نه نه، ممکن نیست. با این که اون ضعیف بود، ولی در مقابل من، من مقاومت میکرد. من به اون التماس کردم، ولی تسلیم نشد که نشد. وقتی گفت مرگ برای من بهتر از زندگی با توست، دیگه نفهمیدم چی شد. وقتی خودم اومدم، جمیله رو تو خون خودش قوطه بندیدم. بیچاره خواهرم. به چشمای من نگاه کن. از اون روز به بعد سرکش و فراری بودم. دیگه دستای من به خون آلوده شده بود، به خون دو دل داده. من دیوونه شدم، دست به قتل و غارت دادم، همه جا رو به خون کشیدم. دلم شور میزنه، خیلی میترسم. نترس، امشب خیلی خسته است. میدونم بیدار بشو نیست. اگه بیدار بشه مرگ من حتمی. تو امروز قسم خورده انتقام خواهرت جمیله را از اون بگیری. اگه بیدارم بشه هدف گلوله قرارش میدم. بیا معطل نشو، برو تو. یکی بیاد اینجا ببینم. بله قربان. قراول کجاست؟ فکر میکنم بهش حمله کردن قربان. چه خبره؟ دست بالا، بی حرکت، تکون نخوری. آشو ببینم احمق، تو خوابیده بودی؟ نه قربان، من داشتم کیشیک میدادم، یهو دیدم که 27-8 نفر به من حمله کردن، همشونم مسلح بودن قربان. منم یهو زدم 6-7 نفرشون رو نفله کردم. وقتی اومدم بقیه رو بکشم، دیدم که دیگه بارود ندارم و تموم شده. بعدش هم اونا ریختن سر من و منو انداختن اینجا و فرار کردن قربان. دیگه نفهمیدم. بله، این کار ایرادیه. باید هر چه زودتر با اون تصفیه حساب بکنم.
زمین نذارن. توی شماها هر کسی حاضره قسم بخوره. قسم بخورید. من قسم میخورم تا آخرین نفس دوش به دوش تو بجنگم. من قسم میخورم. قسم سلام از شدم قربان. قربان باید زودتر فلنگ رو ببندیم. مگه چی شده؟ خدا کنه چه دشمناتم نبینه. زود باش بگو ببینم چی شده. چشم قربانت کردم. رفتم دیدم راجب عقاب صحبت میکنم. منم رفتم پیش عقاب، دیدم دسته دسته از دهات اومدن ازش کمک میخوان. میدونستم یه روز دهاتی های غارت شده علیه ما متحد میشن. متحد داده بودم به حرفاشون گوش میدادم قربان. یهو دیدم سر کله شیر دلم اونجا پیدا شد. از پشت در مواظب بودم، دیدم همشون هم قسم شدن که تا ما رو تار و مار نکنن اسلحه‌هاشون زمین نذارن. گم شد. تو همیشه خبر شوم میاری. به همه بگو اسلحه‌ها رو زمین بذارم بیان پایین. اسلحه‌ها رو زمین بذارم بیان اینجا. درسته، من با تغییر هم عقیده هستم. دیگه خسته شدم. آدم های بزدل دیگه به درقه نمیخورین. حالا که میخواین برین، برین از اولا چشم دورشین. گمشین بخت. چرا بایستدیم؟ برین گمشین. برین. همیشه راحتشون کردم. حالا هر کی میخواد بره میتونه بره. من یکی تا آخرین نفس با تو هستم. منم با تو هستم. ما باشیم. آفرین. حالا برای حرکت حاضر باشین. برای سلامی بنده، آیا عروس هنامی بنده، هنا برای عروسی دست و پا می بنده، اقبال عروس بلنده، آیا عروس چه قنده، اقبال عروس بلنده، لبای عروس چه قنده، های 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 چه قنده، های 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 چه قنده. مهمون اومدن عروسی تو رو سیل بکنن، شیرینی یا چای بیاره دی تا مهمونا میل بکنن. عروسی تو رو سیل بکنن شیرین. زلفای عروس که بوره، آی دستای عروس بلوره، یه خالدار گوشه یه علنگو به داره، چشمون مردو داره، علنگو به دستو داره، چشمون مردو داره، های 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 او داره، های 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 او داره. خوشم به هم قرار زندن، ایشالا پای هم پیشید، ایشالا صاحب دعت و پسر کاکل زری بشید. ما هم بیایم شیرنیشو بخوریم ها. برای خدا بگیم یه دختری برات گرفتم مثل گل، نجیب یکی دونه، با حیا خجالتی که لنگش تو دنیا پیدا نمیشه. بزنید، بکوبید، شادی کنید بچه ها، دست بزنید، دست بزنید، میخوام براتون برقصم. بچه
سلام. سلام دوستان قدیمی، شنیدم اینجا عروسیه. آره درست شنیدی، اومدم شادباش بگم. اجازه میدین ما هم تو شادی شما شریک بشیم؟ خوش آمدی. من مهمون. صبر کنید بچه ها، گوش کنید، به هیچ کس نباید رحم بکنید، بکشید و بعد غارت کنید. فریبرز قبل از اینکه ما رو مورد حمله قرار بده باید کشته بشه. من یکی به خاطر غارت اومدم، فقط موقع غارت، ولی تو کشتن مردم نیستم. بازم اخلال کردی؟ باشه. گوش کنید، بعد از این دیگه قامت ره نیست، بکشین و آتیش بزنین، فهمیدین؟ چرا بطرین؟ بیاییم. بس آدم کش. صبر کنین بچه ها، صبر کنین، گوش کنین بچه ها، این دهکده رو باز ویرانش بکنین، سنگ روی سنگ نذارین، آماده باشین. اون محشر رو بیار جلو بینم. حاضرین؟ بریم. فریبرز، نریمان و راهزنا از گردنه به طرف ده سرازیر شدن، هر کی سر راهشونه آتیش میزنن و خراب میکنن. بودو برو تفنگ منو بیار. خیلی خواهد شنو سیاه میکنه. بخشی اینجا رو بخون. خیلی خیلی ممنونم، اما دیگه حتما باید برم، اگه نرم برا من نگران میشه. نرگس تو رو خدا نرو، اگه فریبرز بیاد تو رو نبینه خیلی ناراحت میشه. نه دیگه باید برم. خب از قول من با فریبرز خدافزی کنیم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. سونا، سونا کجایی؟ دنبال تو میگشتم. تنها اینجا چیکار میکنی؟ به من دست نزن. یه بچگی نکن سونا، از امروز به بعد تو زن من. نه ممکن نیست، اگه از جنایت و دیوونگی دست برداری حاضرم زنت بشم. یه کار از کار گذشته، شب شب عروسیه. با قربان یه نفر از سوار داره از جاده رد میشه. دوربینو بده ببینم. کو خونه ها سوارکار ماهریه، زود دستگیرش کنی. چشم رو سونا بیا اینجا، زود باش. برو چادر سونا، برو چادر خودت آماده بکن. من حاضرم زنده به گور بشم ولی زن تو نشم. میکشمت سراب. سراب. بله قربان. حالا کجا بودی؟ داشتم به قراولا سرکشی میکردم. با اینکه از دست من ناراحتی، این روزا خیلی خوب جام فشانی میکنی. میدونم خیلی خسته ای، منم خیلی خستم، بریم یه لبی تر کنی. Thank you.
هم زیاد میشه. بهانه اصل برگردون از بیراهه بریم. احمد تو هم نکن، قسمت این دو بود که سنا زن من بشه. بی کدر سر بکش بگی قصتشو نخور. آقای آشپز باشه کباب ورده بیار. آوردم قربان، آوردم. بفرمی. بیا بیا یه گاز بزن. مرگ سونا یه گاز بزن. نمیخوری؟ سونا سونا دود باش. بگی یه گاز بزن. روز عروسی ماست، توی این بیابون محشر به پا میکنی. بخور شادی کن. مرگ ما یه گاز بزن. تو داری گریه میکنی. شب عروسی که گریه نمیکنم. مرگ ما خوش باش. بیا یه گاز بزن، بیا یه گاز بزن تا حال جا بیاد. بیا بگیره. نرگس کو؟ نرگس اسبشو سوار شده رفت. چرا گذاشتی تنها بره؟ مگه نمیبینی که سوارای نریمان شب و روز این دوره برا میگردن؟ هر چقدر خواهرم اصرار کرد قبول نکرد که نکرد. دود با شست تومن زین کن. وای رضا شرور بیا دستگیرش کردم. که من از اون بالا تیر خالی نکردم، ولی با تیر به سنگ میخکوبت ببین چه شانس بودی. یالا را بیا بریم. به دستاشو بگی میخوایم بریم دیگه. ول کن ول کن. چی شو؟ قربون تیجات برم را بیا بریم ده. چه شکاری به شور زدی. چه شکاری بریم را بیا. اومدیم اونم با دست پر. یک شکاری واسط گرفتیم که نمیدونی چقدر عالی. آدم هضم میکنه از اون شکارهای جالبه. تو رو خدا نرگس تو اونو میشناسی؟ آره بعدم بهت میگم. باید اونو نجاتش بدیم. قربان این دختر نیست، آتیشه. اگر پشت سر قافل گیرش نمی کردیم هیچ وقت نمی تونستیم دستگیرش کنیم. دستاشو باز کنه. حیف نیست دختره به این قشن. شما انسان نیستی، وحشی و آدم کش هستی. با یه دختر اینطور وحشیانه رفتار میکنم؟ تو رفت. بله قربان. تا این سال تو
تو و سنا هم دیگر رو دوست دارین، میخواستم سنا رو از دستت بگیرم، ولی خواست خدا بود که این دختر سر راه من قرار بگیره. به خاطر این غنیمت گرانبها اونو به تو بخشیدم. ما رو تنها بذارین. دست بلند میکنی؟ دخترم خیلی زد نریمان، خبر آوردن که یه عده سوار به طرف ما میان، حتما در تعقیب این دختره هستم. آرماس حالا قربان دستای این دختر گستاخ و محکم ببندش. سارا بلکن دستا شو بسی؟ بله قربان. برا آبوی وحشی رو به تو میسپرم، خوب ازش نگه داری کن، تو من برگردم. بریم تو چون همینجا خوب، از من نترس. من از اینجا رفتم. پیاده شین، پس فطرت ها فرار کردن، بیای. فکرشو میکردم که این کارو بکنم. پس حالا باید چی کار بکنیم؟ باید برگردیم پیش بچه ها. نه، ما باید مخفیگاهشون رو پیدا کنیم و محاصرهشون کنیم. اگه غیر از این باشه هر طور شده بازم فرار میکنن. پس چرا معطلیم؟ چرا راه نمیفتیم؟ عجله نکن، بهتره اینجا کمی استراحت کنیم. این راه ها کوهستانیه، تو خیلی خسته شدی. من هیچ وقت خسته نمیشم. اگرم خسته بشم مهم نیست. اون روزی که جسد بی جان نریمانو ببینم، اون وقت تمام خستگیام از تنم در میره. اما نرگس، بهتره تو کمی استراحت کنی. از صبح تا حالا سوار اسب بودی. زین و برگا رو بردارین بذارین اسبا بچرن. چیه نرگس؟ چرا انقدر گرفتی؟ به چی فکر میکنی؟ به ایرج فکر میکردم. اگه اون زنده بود حالا دوش به دوش ما مبارزه میکرد. زیاد خودتو ناراحت نکن، گرچه اون مرده ولی روحش همیشه با ماست. ما انتقام اونو میگیریم. اما تا الان احتیاج به استراحت داری. تا انتقام ایرجو نگیرم راحتی به من حرومه. گوش کنیم بچه‌ها، از حمله اونا خودمون رو نجات دادیم، حالا نوبت ماست که اونا رو غافل گیر کنیم و با حیله نابودشون بکنیم. خطر! خطر! بیدار شید! سوارای زیادی دارن به گردنه نزدیک میشن. یه چه خبره؟ یه چه سوار دارن نزدیک میشن. بزرگانو ببرید، یلا دوب باشین.
کنین بچه ها. اینجا گوش کنین بچه ها، تعداد اونا خیلی زیاده، باید خوب مقاومت کنین. جون سالم به در ببریم برای همیشه نجات پیدا کردیم. فشنگمون خیلی کمه، چطور میتونیم بدون فشنگ در مقابل اونا مقاومت کنیم؟ هر فشنگ باید یه نفر رو به خاک بندازه. بی خود تیراندازی نکنیم. سنگر بگیرین، زود باشین. تو الان تو دست منه، ولی من نمیخوام تو را ناجوان مردانه بکشم. باید تو را زیر مشت و لگد نابودت کنم. ها 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 اندازی نکنن، ما تسلیم تاییم. دهرابه میخواد تسلیم بشه. خیانت میکنی؟ ما هیچ وقت تسلیم نمیشیم. همین که گفتم، بعد از مرگ نریمان سردست منم. تو کوچکتر از اونی. احتیاط کنید، مثل که داریم نزدیک میشیم. خیانت رو بهت نشون خلش کنی. من باید با دستای خودم بکشمش.
چرا اونو کشتیش؟ برای اینکه ترسیدم به تو آسیبی برسونه. گوش کنین، به خاطر اینکه به ناحق خون کسی ریخته نشه به شما حمله نکردیم. میدونین که پناهگاه شما الان کاملا در محاصره دوستان منه، اما ما با شما هیچ کاری نداریم. فقط میخواستیم شر یه دیوونه خونخوار رو از سر مردم کم کنیم و خوشبختانه اون کشته شد. حالا شما هم آزادین، میتونین به خونهاتون برگردین، به شرط اینکه قول بدین دیگه گول آدمایی مثل هرمز و نریمان رو نخورید. قول میدیم. برید. گرگین، نادر، دهخان، شما سه نفر مسئولیت دارین که اینا رو به سلامت پیش زن و بچه هاشون برسونید. زود باشید. بسیار خوب. بیا برید. خدا عمرت خدا عمرت خدا عمرت خدا عمرت خدا عمرت. فریبرز تو خیلی خوبی، تو همه رو بدون اینکه خونی ریخته بشه از شر نریمان نجات دادی. با شجاعت گذشت و تدبیر تو انتقام همه گرفته شد. تو هم خیلی خوبی نرگس، این تو بودی که منو یاری کردی. درسته که ما از دست دادیم، اما بعد از این تمام مردم این سرزمین راحت و آسوده زندگی میکنن.